خب هلو، من از اونجایی که اصلا یادم نمیاد اون ترفندی الان زدم و بهتون گفتم یا نه، دوباره میگم. حالا وان یادم نمیاد گفتم یا نگفتم، اصلا یادم نمیاد. بعدشم میدونم که نباید قبل از اینکه موهاتون رو سشوار کنید، موهاتون رو شونه کنید، نمیخواد الان بهم یادآوری کنید، خودم میدونم. خب الان اصلا وقت ندارم، ساعت 7:34 دقیقه از من 8 باید باشگاه باشم و همزمان باید صبحونم رو تموم کنم که کم نیارم زیر بار تمرین، و اینکه بعد از اونم باید فیشیال، و از اونجایی که میخوام من فیشیال ترجمه کلن هیچی به صورتم ندارم جز دافتاب که با هم میزن. خب آقا، روغنایی که بعد از همون کلن من به یکم مایه حیات. آقا راستی من ماسکر گذاشتم ولی من چیز خاصی احساس نمیکنم، شما احساس میکنم؟ من خودم به شخص چیز خاصی رو نمیفهمم الان، ولی خب تاثیرات روغن تراپی رو دارم میبینم. حالا الان موم خوش بشه بیشتر خودشون شد. خب یکیش روغن اولاپلکسه. خب نمیدونم دیده میشه یا نه، ولی یکی اونو میزنم و یکی هم روغن آرگان کراستاس یا روغن خاویارش که بالاست، معلومه ندارم، معمولا یکیشو میزنم. و الان خب چون یه حجم زیادی از روغن روی موهام بوده و به هر حال میدونید یه حجم زیادی روغن روی موهام بوده دیگه، اونقدر الان نمیخوام موهام روغن مالی کنم که حالا از هر دو روغن آرگان و خاویار و فلان و اینا استفاده کنم و اینجور چیزا، نمیخوام این حرکت رو بزنم. و اینکه اینم از اینو، اینم از روغن آرگانمون که من دوتا پاف ازش میزنم، دوتا پاف میگن، دوتا پیس میگن، هرچی میگن آیرانو، و بیشتر به میرین ساقه موهام میزنم که آبرسانی بشه کامل کامل کامل. و اینکه بچه بوش واقعا بی نظیرترین بوی دنیاست. خب من برم موهام خوش کنم، به همزمان صبونم هم یه ریزه ازش بخورم و لباسام هم از همین الان پوشیدم آمادم. بعد از اون بیام در خدمتتون. خب من چه بگویم در وصف روغن تراپیمون، چه بگویم؟ هکه هرچه بگویم کم گفتم، خودتون دیگه دارین میبینین که موام چقدر واقعا براق شد. و اینکه من موام کراتین کردم بچه‌ها و دچار موزلی شدم که شاید نصف کسایی که وقتی میرن موهاشون رو کراتین میکنن مواجه میشن با این داستان. دلم برای موهای فرم تنگ شد خیلی زیاد. یه چیز دیگه که موبینو برام آورده این هیر میل که من فکر کنم یه چند روزی هست که کلا میلک خوبه برای مو پوست اینا، خوبه برای بعد از همون شما اینا اسپری میکنید روی موهاتون و بوی شیر خشک میده، واقعا بوی شیر عسل، شیر خشک، یه همچین بوی داره و خیلی بوی واقعا با مزه و با حالیه. و اینکه خب کجا بودم؟ سادیس میگه من دارم دلم برای موهای بفرم تنگ شد.
و بعد از هر هموم میام اینجوری مامو میبافم که خیر سرم حالت طبیعی فر بشه، میدونی؟ چون واقعا دلم بر موهای فرم تنگ شد. امیرن اوکی، این از این. حالا این برو بندیم بعدش هم دیگه میبافیم. اینکه چیز خاصی نباید با خودم بردارم، یه دونه لیک باید بردارم و یه تیشرت. نمیدونم چرا بابام میده انقدر اعتقاد داره که مثلا حتما تیشرت بپوشیم. من اینجور با به خدا من اوکی، من به مربی بوکسم میگم بابا بچه ها اگر الان یه چیز شدیم که این کس باش محسن دیگه یه چی شد که الان امید what the fuck من به مربی بوکسم میگم بابا. و خلاصه که آره دیگه. بعد چی اعتقاد خاصی داره که سهر شدنم این حرکت رو بزن. ما هم گفتیم به روی دیدگان و مهم ببافم. اگه کش سر خود بخواد از این چلگیسا چهار تا پیدا کنم که کردم. That's it. خب میخوام باز من یادم رفت ترفنده رو بگم. آقا دیگه این بار واقعا الان میگم، وقتی که من اینو خیلی دیدم که آدمای موفق مثلا وقتی که زندگی نامه‌هاش رو میخونم، یا مثلا یکی از کسایی که واقعا من خیلی ناراحت میشم وقتی که میبینم انقدر سابسکرایبای پایینی داره، با اینکه واقعا ارزش ویدیوهایی که درست میکنه از خیلی بالاتر، حتی خود من، واقعا خیلی کمک میکنه به آدما برای بهتر شدنشون. آراد سیدیان یه همچین چیزی فکر کنم باشه، من هیچ وقت فامیلیشو درست نتونستم بخونم، ولی میتونم به جرئت بگم کل ویدیوهاشو دیدم، کل ویدیوهاشو دیدم. و انقدری که این آدم رو من تاثیر داشت، مام با آن نداشتم، جدی دارم اینو میگم بهتون. شاید فکر کنین که من شوخی میکنم، ولی من واقعا جدیم. یکی از دلایلی که یوتیوبم رو شروع کردم آراده اتفاقا. و حالا اگر یه روز این ویدیو رو دید، خواهم بگم که واقعا ازت ممنونم که دل جرأت این رو من دادی که حتی با این داستانم شروع کنم و با یه دونه گوشی شروع کنم. فقط هرچند آراد خودش خیلی دم و دست کاره، فیلم بردار داره فلان دیگه، ولی خب اون جوربزر تو من ایجاد کرد. و نفر بعدی که این جوربزر تو من ایجاد کرد پوریا پسردهیم بود. و ترفند بچه ها اینه که برید زیر دوش آب یخ. خیلی وقتا شنیدین ولی مطمئنم که بیشترتون انجام ندادید، مثل خودم. ولی خب خیلی تأثیر داره و واقعا انرژیتون رو بر بالا. من آخر هم من فکر کنم یه 5 دقیقه 10 دقیقه مثلا تا جایی که دیگه مغز من یخ کرد واقعا، یعنی حس میکردم الانه که سکته مغزی کنم. در این فکر کنم 4-5 دقیقه زیر دوش آب یخ موندم و بعدشم شیراب و یخ رو باز کردم و کلن سرمو 4 بار گرفتم زیر آب یخ و نفسم رو حبس کردم و بر این بودش که انرژیم بیاد بالا. و واقعا تاثیر داشت، واقعا تاثیر داشت. اوکی، I'm ready for
جیم صبونه نخوردم. صبونم چیه؟ یه دونه پاور ماسل بابام گرفته که از کره بادوم زمینی و دونه چیا و یه سری چیز میزه دیگه درست شده که من واقعا خیلی دوستش دارم. I can die for this. و البته موز. های موز کلا خیلی میوه خوبیه بچه، یعنی اگر ورزش رو خیلی سفت و سخت دنبال میکنین، مثلا من هر روز هفتم رو دارم ورزش میکنم تو باشگاه، چون که واقعا وقتی که تو باشگاه احساس میکنم ذهنم خفه میشه، واقعا احساس میکنم که ذهنم اینجوریه که اوکی من خفه شدم. آی دست پام ببین. خب زد آفتاب بچه، من از این مارک استفاده میکنم شده که آینه ای طور نیفت و به اندازه یک کف دست پر مشتی و بعد از زد آفتابتون 20 دقیقه هیچی محض رضای خدا واویلا داره تموم میشه، تو رو خدا تموم نشونه هنوز بهت نیاز دارم. خب مثل این که باید یه سر به موراشین بزنم و دوباره از زد آفتابم بگیرم، چون به مقدار خیلی زیادی ازش استفاده میکنم و واترپروف و واقعا یکی از معدود ضد آفتاباییه بعد از دراماتیپیک برای مناسب پوسته چرم، یکی از معدود ضد آفتاباییه که پوست من بهش ساخت و خیلی خوب بود. چون یه کف دست پور رو بزنید رو صورتتون از هیچی هم ندرسید، یک کم شبیه بابا نوئل میشین اولش ولی اوکیه و کامل پوستتون رو باهاش پوشش بدهید. یعنی من اینو چه برای دخترها چه برای پسرها همیشه میگم، یعنی بچه تو رو خدا هر چی نمیزنیم به پوستتون این ضد آفتاب کوفتی رو حتما بزنید، چون که واقعا خیلی برای پوست خوبه. یعنی من همیشه از پریود میشدم خیلی جوش میزدم ولی خب از وقتی که دارم یه روتین پوستی بر خودم درست کردم و واقعا بهش پایبندم مثل ورزشم، به جرأت میتونم بهتون بگم از اون روز به بعد کاملا پوست بنده جوش نزد. بابا الان مادم کجه؟ چون من رفتم صبحانه میخوردم و کافی میخوردم و نشستم دم بیرم. اوکی الان پیم داد که سلام صبح تو خیلی هشت، چون من امرسم که رسم ساعت 8 صبح یا 8 صبح خودسته که دارم میرم دیگه. فعلا تا اینجای کار داشته باشید، ضد آفتاب زدیم، بعد از اینم من دوباره یه دور دیگه فیدش میکنم کامل رو صورتم و بعد دیگه هیچ به صورتم نمیزنم تا برم باشگاه و برم الان صبحونه‌مو سریع بخورم. اما شما باید یک حریم که رو هم لحاظ کنید که به خاطر اون مشکل کنید. آقای ما خب سلام علیکم. خب این صدایی که تا هر شب میشنم یه دختر رو یه طرف میزنه ایشونه.
سلام بابا. سلام علیکم. به بلاگ امروز خوش اومدی بابا جون. چکرتم. بابا ببخشید من دیر اومدم. به خدا تقصیر استم بود. خب بریم که یه تعم من خود تعادل خودم رو نمیتونم نگه دارم. ولی خب بریم که ببینیم امروز بابا برامون چه ساخت. هلو سلام چطوری؟ خب ری اومده پاکسازی پوست. های و رسیدم. هلو هلو. خب آقا قراره یه ولد دیگه هم بگیریم و صحبت کنیم با رویا جون. رویا جون سلام به همه بچه ها. قراره بلگی دیگه هم بگیریم صحبت کنیم با رویا جون که من دیگه محتوی اونو بهتون نمیگم. باشه برای این که جده بریم ببینیم. جده بریم ببینیم عزیزم. من جده سحمت میکشیم. آره دیگه میذاریم برای این که اونو برید اونجا ببینید و همین. منم فیشال پوستم تموم شد بچه. فیشل پوستم تموم شد. بعدش با هم یه ویدیو گرفتیم که حتما براتون توی یوتیوب میذارم و امیدوارم که دنبال کنید و ببینید و کلی خوشتون بیاد. من برم اصفهان پیدا کنم. بعد تو بودی مسعود گفت تو بودی مسعود میره انبار رفت که خودش میبره. مگه امروز خودش نرفت بود بارا رو بذاره؟ آقا مگه نرفت بود بارا رو بذاره امروز خودش؟ گفتم شاید میره انبار خودش بارا رو براش میبره. و دنیایی که رفته همگلاسی ها بودن تو بلا گفته؟ آره لاغه کردن اصلا کاری نداره. بس اینجا اتنه گربه بود اسمش نیمو بود. خب بعد صورت من چنگ زد و دستم همینطور و ناخوناش هم خیلی بلند. بابا یعنی اصلا نمیتونم توصیف کنم چقدر این گربه ناز و کیوت بود. ولی خب همین بریم ببینیم چیکار میکنیم. من امشب تا صبح باید پای ادیت بمونم. خب ای کاش که من یکم زودتر به خودم میمدم و مثلا از پاک کردن آرایشم هم براتون ویدیو میگرفتم که مثلا بذارم و بگم که آقا اگر از شوینده ها دارین استفاده میکنین اگر با این ترکیب استفاده کنین خیلی ترکیب بهتریه و کمتر پوستتون آسیب میبینه. ولی خب متاسفانه مثل همیشه من یادم رفت. anyway خب بچه ترفندش چیه؟ با یه روغن خیلی سبک، خیلی سبک، خب مثل روغن بادوم شیری. با روغنهای دیگه هم میشه، مثلا روغن نارگیل، روغن بادوم یا هر چیزی، ولی مثلا روغن آرگانینا، ولی میدونی اونا خیلی روغنهای سنگینیه و بعد پاک کردنش از روی پوستتون پدرتون رو در میاره واقعا. و خب این منطقی نیست. حالا الان من اون کار کردم و بعد
جدیدن از شوینده خاصی برای صورتم استفاده نمی کنم حقیقتا که بخوام معرفی کنم، ولی تا قبل از این از شوینده استیلادرم استفاده می کردم و خیلی ازش راضی بودم، نه پوستمو خشک می کرد نه چیزی، خیلی اوکی بود. و الان حقیقتا از شامپو فیروز دارم استفاده می کنم و خیلی هم راضیم، چون می دونیم اون آرایشه با اون چیزه میره، خداگاه یا نه خداگاه آرایشه با چیز میره، با همون روغنه میره و بعد دیگه مثلا فقط لازمه که بنده لطف کنم و اون چربی ها رو از روی صورتم ببرم که خب با شامپوی بچه فیروز بنده خیلی راحت این کارو میکنم و سرم میدونم. من تازه شستم، هنوز نه تونیک زدم نه هیچی و اینکه امروز فیشیالم بودم. به اینم فکر کنید که امروز فیشیالم بودم، وای بچه اینو بهتون میگم، فیشیال خوابم برد، چون من کلا نخوابیدم دیگه، بعد خوابم برد. مثلا حساب کن وقتی که دارن بینی رو تخلیه میکنن یا مثلا روی چونه رو دارن تخلیه میکنن خیلی درد داره واقعا. من حتی با درد اونم از خواب بیدار نشدم دیگه، این چقدر خسته بودم و چقدر خوابم میمد. الانم هم همینم، خیلی خوابم میاد و فردا ساعت 8 صبح بیان معماری دارم و نمیدونم بیرم یا نه. هفته آخر کی میره دانشگاه؟ این استادم که اصلا از اول ترم تا الان نیومد. حالا میرم ببینیم چیه چند چنده با خودش، میرم دیگه ببینم چیه. ولی خب همین الان دارم میگم که کاملا از اینکه میخوام ساعت 8 صبح برم دانشگاه پشیمان، ناراحت و ناامیدم و اصلا دلم نمیخواد برم، اصلا به هیچ عنوان من وجود دلم نمیخواد برم، نمیخوام. خب این که از تونر دیگه روال همیشگیمون دیگه، همون روال صبح، فقط به خاطر اینکه من صبح از چیز استفاده کردم، از ضد آفتاب استفاده کردم و دیشبم از آبرسان استفاده کرده بودم، امروز از سرم هایالورونیک اسید استفاده خواهیم کرد. یکم صدای بدی داره ولی شما جدیش نگیرید بچه خوب. یا دیشب از این زدم، میشه عزیز زدن؟ این مغز ADHD واقعا چیز مزخرفیه که مثلا من یادم نمیاد اصلا از این یکی زدم یا از اون یکی زدم. حالا به هر حال یه آبرسانی که باید بشه میشه و that's it. این از که خب آره از این زده بودم، چون هم توضیح داده بودم در موردش، همین که گفتم بهتون که آقا مثلا بعدش یکم چیزی رو پوستتون نزنید. برگردیم روی این موها، بعدم یکم از روز براتون تعریف کنم که چجوری گذشت و سوال خودم نسبت بهش چی بود و یکم کلن به قول مدگل چای چت کنیم و بعد ولاگ امروز رو من تموم کنم. این که همون اسپری میلک هست، هیر میلک که بزنم به موهام و بعدش یکم روغن نارگیل میزنم به موهام که یکم موهام گرین داشته باشه و بعد میبندیم و میبافیم خیلی سبک و میخوابیم. خب آقا حالا تا من دارم اینا رو اوکی میکنم من به مشکل خوردم. این درش هیچ ایده ای ندارم چجوری باز میشه، یه لحظه من برم سعی کنم در اینو بکنم بیام.
یه راه حل خیلی ساده داشت، فقط بعد دندونت رو مینداختی اینجا و خودش باز میشد. بعد اینم مامان گرفته بود و خیلی داشت ازش تعریف میکرد. حالا دیگه ما الان امشب امتحان میکنیم که ببینیم چه جوریه. الان که خب چند وقت استفاده میکنیم دیگه که ببینیم چه جوریه آبرسانیش به ریشه مو و اینجور چیزا دیگه. تیتیش مامانی بازی را. ولی خب جدی به خودتون برسید آقا، واقعا مثلا حالا الان یه سری ها میان میگن نه اینا تیتیش بازیه، وای چرا باید از این کار رو بکنه؟ نمیری یه وقت خدایی نکرده چه پسر چه دختر، داری به خودت میرسی دیگه، به عمه من که نمیرسی، داری به خودت میرسی، داشت به خودت تعارف داری، با خودتون که تعارف نداشته باشید حتی اقلا هست. و اینکه از اینو ما اینا رو زدیم، حالا ببافیم تمام معمول یه سوسکی بدیم. این یکم از سوسکی رد شد تست میکنم، ولی خوب آره خلاصه که عرضم خدمت از اون چی میخواستم بگم؟ امروز که رفتم فیشیال، بعدش با رویا جون رفتیم یه ویدیو ریکورد کردیم که براتون میذارم. کلن یکی از پلنای من اینه که با آدمهایی که توی موقعیتی که الان هستن زحمت کشیدن براش که هستن توی اون موقعیت، یه ولاد بگیرم، یه صحبتی بکنم، کاری که دانیال جان داره انجام میده ولی خب متاسفانه توی ایران نیست و خب با کسایی که توی ایرانن نمیتونه آنچنان صحبت خاصی بکنه و حالا به هر چیزی که هست، به هر دلیلی که هست ما کاری نداریم، میشه که همیشه موفق باشه. ولی این ایده رو من از روی دانیال سعادتی گرفتم که با اطرافیان خودم اول شروع کنم، کسایی که میبینم و دیدم زحمتاشون رو که چقدر زحمت کشیدن برای موقعیتی که الان داره، از هر نظر روزای سختشون رو دیدم، روزای خوبشون هم خدا رو شکر دارم میبینم و تا هزار سال آینده هم ایشالله اگه زنده بودم و بودن ببینم موفقیتاشون رو. و میخوام بشنم با این آدم رو صحبت کنم و یه ولاگ تور بگیرم که ببینیم اوضاع دست کیه و چند چند. و امروز با رویا جون اولین اپیزود رو گرفتم که منتظرم فایلشو، چون با گوشه ایشون گرفتیم، منتظرم که برام فایلشو بفرسته تا ادیتش کنم و پس فردا احتمالا بذارم. و ولاگی در پیش داریم، ولاگ تولدم. باشه، من واقعا احساس پیر شدن دارم میگیرم، عمیقا واقعا احساس میکنم دارم مثل چی پیر میشم. و مثلا اینجوری هم که وای گاد وای، we had a deal, let's the other girls, not me, you know, I was like this and that, you know. دقیقا مود جویو دارم، let's the other girl, not me, we had a deal, you know. قشنگ مود جوی رو دارم و اینجوری هم که I don't want to. خلاصه که تولدمه و بعد از چند سال، چون من فکر کنم با سال پیش که حساب کنیم، من چند ساله که تولدی که خوب باشه و دوستش داشته باشم و خوشحال باشم توش نداشتم. من همیشه مثلا یه چیزی اون وسط کم بوده برام، ولی خب الان حس میکنم که قراره بهتر باشه
و باغ رزرو کردیم و کلی کار دیگه، کلی کار خفن دیگه، کلی حالا ولگ میگیرم براتون از صبحش تا شبش که به بچه ها میزنیم بیرون کامل براتون همه رو ولگ میگیرم میذارم. و دیگه اینکه روتین پوستی رو که دیگه گفتم، روتین مو رو گفتم و همه چی رو فکر میکنم تا الان کامل بهتون توضیح دادم. فقط یه عادت دیگه که من دارم اینه که من خیلی بازم مهمه که موهام بوی خوبی بده و معمولا از عطرم یکم روی این شونم میزنم و بعد باهاش موهامو شونه میکنم، که حالا الان دیگه چون روغن نارگیل زدم و این هرمیلکر گرفتم الان دیگه این کارو نمیکنم، چون هرمیلکی قشنگ خودش بوی شیر خشک و مثلا بوی بچه میده و خیلی بوی قشنگیه و مثلا دیگه این کارو فعلا نمیکنم. ولی خب کلا این عادت رو داشتم که بعد فهمیدم شاید عادت بدیه. میدونی چرا؟ چون باعث میشه که موتون خیلی خوش بشه، آسیب پذیر بشه و کم آب بشه و anyway این چیزای اینجوری دیگه. و من تصمیم گرفتم که دیگه این کار نکنم و دیگه خلاصه از رویشون که براتون گفتم. بعدشم با دوستان رفتیم بیرون، با مرتضی رفتیم بیرون، بعد رفتیم دنبال آریا، آریا رو برداشتیم رفتیم کافه کازابلان، بعد اونجا دوتا دیگه دوستاشون رو دیدیم، شایان و دنیا و اگه اشتباه گفته باشم اسمشو چی؟ دفعه اولی بود که داشتم میدیدمشون، یعنی واقعا اگه اسمشو اشتباه گفتمش کنم ببخشید، I'm so sorry. But anyway اونا رو دیدم و خیلی بچه های خوبی بودن، خیلی حال کردیم، گفتیم، خندیدیم و کلی خاطره تعریف کردیم و کلی عکس گرفتیم، ویدیو گرفتیم. بعد من نشستم پشت ماشین مرتضی که سکته کرد، که قبل از این ویدیو براتون اون ویدیو رو، این ویدیوی که مثلا تو ماشینم رو میذارم، و مرتضی سکته کرد، مرتضی مرد، تموم شد، اصلا مرد. ولی خب خلاصه که گرفتیم و کلی حال کردیم و هر چقدر که شلوغید، هر چقدر که تایم ندارید، هر چقدر که سرتون شلوغه، خودتون شلوغید، میدونی به هر حال اون تایمه رو برای خودتون، روحتون و رفیقاتون، خانوادتون بذارید و باهاشون وقت بگذارید. چون میدونی من همیشه به مامانم میگم، میگم مثلا آقا من الان 20 سالمه، خب الان 20 سالمه، من الان باید این کار رو بکنم، اگه بعدن بخوام این کار رو بکنم اونقدری که الان به هم میچسبه به هم نمیچسبه و بعد میشم مثل یه زن 30 ساله‌ای که عقده خیلی چیزا رو دلش مونده که الان داره با یک شوهر و یک بچه این کار رو میکنه. من ترجیح میدم هر چیزی رو سر تایم خودش انجام بدم، که خب خیلی از کارها رو سر تایم خودش انجام ندادم، ولی خب الان در حال حاضر توی زندگیم سعی میکنم که هر کاری رو سر زمان خودش دقیقا اون تایمی که باید انجام بدم و لذت ببرم از زندگیم در لحظه و آرامش داشته باشم. یعنی واقعا دارم میام دیگه، اصلا بعد گذشتن از اون همه چیزی که من ازش گذشتم دیگه وجودم طاقت اینو نداره که مثلا بخوام اون آرامش رو دوباره نداشته باشم. و مهمترین و اساسی ترین و چجوری بگم، واقعا اساسی ترین چیز برای اینکه من بخوام دوست انتخاب کنم، پارتنر انتخاب کنم یا هر چیزی، آرامش واقعا خیلی مهمه. یعنی من اگه آرامش نداشته باشم توی اون رابطه با دوستم، با پارتنرم، با خانوادم، اصلا ترجیح میدم نبینمشون. چون آرامش خودم الان در حال حاضر برام اینجاست، قبلا شاید اینجا بود ولی الان اینجاست و واقعا آرامش خودم از هر چیز برام مهمتره و بدون تعارف جوابشون رو نمیدم اگه بخوام، اگه حس کنم که آقا مثلا
آرامش من دارن ازم میگیرن یا اذیتم میکنن یا هر چیزی، جوابشون رو نمیدم یا بلاکشون میکنم خیلی راحت، با اینکه خیلی قبلا این کار رو نمیکردم، قبلا اصلا این کار رو نمیکردم، ولی الان راحت بلاکشون میکنم و اینجورا که دور از زندگی من، نمیخوام با طرف بزنم، نمیخوام باشی، تو آرامش منو داری ازم میگیری، چه باشی چه نباشی آرامش منو داری ازم میگیری. و تو این زمینه بی نهایت آدم خودخواهی شدم و شاید بد باشه شاید هم خوب باشه، فعلا که بر من خوب داره عمل میکنه. و اونم اینه که آقا من برای آرامش خودم ارزش قائلم، خیلی هم ارزش قائلم و نمیذارم هیچ کس بیاد خرابش کنه. برای آرامش خودتون خیلی ارزش قائل باشید، شما خیلی ارزشمندید، خیلی ارزشمندید، به عنوان یک انسان زاده شدید و به عنوان یک انسان بمیرید و آرامشتون رو فدای هیچ چیزی توی این دنیا نکنید. هیچ چیزی ارزش آرامشتون، آرامش روحتون، آرامش جسمتون، آرامش خانوادتون، دوستاتون، اطرافیانتون، هیچ چیزی ارزش اینو نداره که اون آرامشه به هم بریزه. و همین، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و خیلی خوشحالم از این که بلاگ رو نگاه کردید و دنبال کردین منو و اینکه همین دیگه، ماچ پوست، بای بای بای، خدافظ. بعد فردا بازم برمیگردم، چون دیگه کلا ولاگای من روزانه است دیگه، روند رو یوتیوب رو میدونید طبیعتاً که هر روز باید ویدیو بذارم. دوباره فردا شب میبینمتون و خدافظ.